سلام بر برگشتن بر مدر حال حاضر جلوی قصر گواردیا هستیم و شاید شما یاد نمی رود که ما فروری هستیم از سلطنت گواردیا، چون که قبل از ما از زندانش فرار کردیم وقتی که ما به اتهام رو بودن خواهرزاده، نه خواهرزاده، این دختر پادشاه. پس ما به اینجا برویم برای گرفتن این پشت کمان دارم. خواهرزاده نادیا، نخست وزیر گفت که من نگرانم، نگران بودم خواهرزاده. من در مورد دردتون میفهمم، اما پادشاه فقط در مورد ای سلطنتش اهمیت میدهد. خب وقتی که مادرتون ملکه الیزا فوت کرد، او هر روز کار کرد. مسیح گفت که هیچ کس نمیتوانه این کار را انجام بکنم، این غیر انسانی است. نخست وزیر گفت که خب بچه، این تاریخ باستانی است، بیشتر بگید. این شاید سخت میشه، دشوار میشه. خب ملکه لیزا وضعیتش، سلامتش، نو آگاهی بعد به سمت بعد آواز کرد. او فقط میخواست که یک بار آخر پادشاه ببیند، اما او وقت برای بدیدن او نمیتونه پیدا بکند. گفته که ای کور داشت، اما چون که شما هیچی درباره مرگ نمیدانستید، تو کنار سمت مادر منتظر بودید. ملکه الیزا غمگینی گذاشت. مثل پادشاه او را گر مستقیمی او را کاشت. بسیار غمگینه، ننگه. و مسیح گفت که چی؟ پدر من کاشت مادر من؟ اما نخست وزیر گفت که اما چه چیز رو میدانم؟ دلیل برای هر چیز است، درست عزیزم؟ خب پس من بسیار خوشحالم که تو برگشتید. لطفاً به دیدن پادشاه برید. همی عجیبه. و پادشاه فرمان صادر کرد که ای دادگاه تا پایان محاکمه بسته بماند. خب چه محاکمه؟ گفت که این هزانه است، ورود ممنوعه. و تو ببینی که این گوله ها داره، این درست نیست. گوله ها در این جای انسانی، خب چیز داره.
بسته است. نه فرود ممنوع و گفت که اجازه بده که من بگذارم. پادشاه، من فکر کنم که او اتهام یه جرم است، چون که او در میان این دادگاه است. و نخست وزیر گفت که تو درباره شما درباره پشت رنگ کمان شنیده اید؟ من هم هیچ ایده در موردش نداشتم تا این را پیدا کردم. و یه وضعیت نامه جدی است و گفته که در کارنیوال هزانه این را، این پشت کمان رنگ به مردم نشان بدهید. و پادشاهی گفت که در مورد چی حرف میزنید؟ ما هیچ چیز مثل این وجود نداریم. پس این از دیگران نوشته شد؟ چرا متهم مردم دیدن پشت کمان رنگ اجازه نمی دهد؟ چون این فرد دیگه نداره، او آن را برای پول نگ فروخته. شاهد لطفاً. و نخست وزیر گفت که چی شد نادیا؟ ما یه محاکمه میکنیم حالا. مسیح گفت که پدر نادیا، نخست وزیر منو پنهان میکند. گفته که او توهین پرتوب میکند و ای نوگانایی با شاهد تعیین کن. شاهد؟ بلی، اگر او پشت کمان رنگ نفروخته، هنوز در قصر وجود داره. اگر به من این را نشان بدهید، من نوگانایی قبول بکنم. نخست وزیر، این چه نوع فریب است؟ گفته که او را از دور برید. خب، ما موسیقی مو باید پشت کمان رنگ برای تعیین کردن، شاهد کردن نوآگاهی پادشاه. و مسیح گفت که چی صحبت میکنی؟ این دروغ است، این وجود نداره. و ستره گفت که ما تاریخ را عوض کردیم در سال 600، پس اینجا این چیز باید در قصر وجود دارد. آها، پس این پشت کمان رنگی که به جدمون دادیم 400 سال گذشته هنوز در اینجا وجود داره. خب، احتمالاً در زیر زمین داره. پس من میخوام که آهنگ برای این قسمت، آهنگ مثل قصر اوگیانوس. خب این چیست؟ گفته که یه موس او را خورد و زد.
گفته که رابر برای انتقام گرفتن برای 13 نسل ها فکر می کردند و او پادشاه را پنهان بکنند و من نمیدونم چرا در مورد دسیسه اینقدر آزادی حرف میزنند. مسیح گفت که پس دسیسه داره، ما بیا برویم به سری و این مرد، این فروشنده گفت که من اعتراف میکنم من از پادشاه خریده ام. من او گفته که پول نقد لازم داشت. پادشاه گفت که دروغی، من قبل ندیده ام. گفته که سکت کن. این گازی فروشنده گفت که فکر میکنی که دیگران باور کرده اند؟ این نخست وزیر گفت که خوب، بسیار خوب بود. من خوشم میآید که این اینطور میکند که با این صحنه از اینجا به آنجا و در جریان این چیز اتفاق میافته، اما نمیتونیم این چیز دیگه بگیریم. خوشبختانه دشمن های در اینجا از شروع این بازی اومدند، پس بسیار آسان هستند. پس من امتیاز فناور تلف نمی کنم روی ایشان. بهتر است که من این طور فقط با حمله نرمال استفاده بکنم، چون این رابر داره و رابر کمی سخته، شنیدم، یادم نمی آید در موردش. اما این یه عامل بسیار مهمه، چون که از این خیلی از چیزهای تجهیزات قدرتمندی به دستمون بیاورد. خب این است، گفت که پشت کمان رنگ. این چیست؟ یه نامه به مسیح. مسیح عزیزم، من فکر میکنم که چیزهای میانه تو و پدرتون سخته، اما هیچ چیز نمیتواند این ارتباط خون بشکد. حتی نه لغتهای حشم یا طول بلند. در آینده وقتی که اتفاق دارید تو این رو بفهمید و ارتباط خاص یه گزمت درخت فامیل که ما رو ارتباط می کند. ملکه گواردیا 21 لین. استوره گفت که اوه، راست میگید پدر، منتظر باشید، ما میاییم. یه گزمت آن برویم تا اتاق دادگاه و
عضو عضوهای حیات منصفه. اگر او گناه است به سمت چپ به استاد، اما بیگانا به درست ار به سمت راست. گناه خب ما باید به سری از اینجا فرار بکنیم تا رسیدن اتاق دادگاه. ای تلف کاره. پس این نخست وزیر تظاهر به عنوان نخست وزیر است. اما این سوال من که برای هر همیشه این طور می کند نمیدونم. خب ما باید به پساج دیگر استفاده بکنیم. گفت که تصمیم آمد گناه است. گفت که این صف گواردیا در اینجا پایان می کند و این سلطنت مال من بشود. او را دستگیر کن، متوقف کن. او کیست؟ پدر این کاغذ است؟ نمیدونم. نادیا گفت که خواهرزاده تو رو کنترل کن، خودش رو کنترل کن. گفت که تو دور است پادشاه، تو قانون گناه شده، حتی پادشاه زیر قانونهایمون است. نه این پنهان بود. نواز وزیره که ها چرت و پرت، پادشاه یه مجرم است، اما سرمایه در دست من است. غیر ممکنه. پس دسیستون پایان یافت نخست وزیر. گر یعنی هی هی هی. اما این دسیسه که تو فکر میکنی نیست. من برای انتقام گرفتن برای نسل برای جناهای من آمدم. سوپر اولترا پرستو تبدیل. خب پس سیزدهمین یکره می باشد. و من شنیده ام سخته، اما من نمیدونم. اما در آغاز فقط هر یکی از ما هیست بکنم، چون که بعد از او ده امتیاز زندگی از دست می دهد. آی او گیج شده، بسیار بده. من نمیخوام که او گیج بشود. به حسوسی چون که او هیل کجای چون که او در رشته شفا دادن بسیار خوبه و ما هیست روی دیگران لازم داریم. خب هیچی نیست. حمله واکنشی.
پس برای طول طول دوران این نخست وزیر یه نخست وزیر یه گوله بود یخرا بود. فکر کنم که این امنیت در مورد این یا این سلطنت بسیار بسیار خنگ است. خب ما این حمله سه جانبه برای نشان دادن این نمایش این فقط 2000. پس این من فکر کنم که تعداد آن ضعیفتر. او دوباره گیت شده، اذیت کننده. من باید ریو هیل استفاده بکنم. خب چون که ما شفا لازم داریم از او. خب در حال حاضر حمله قدرتمندتر، شروع استفاده از حمله قدرتتر زده ما بشود، چون که مده 1000 امتیاز زندگی او حفظ کردیم. پس او سکتر میشه بعد از آن. نسل 13 نیدلسپن است و این حمله قدرتمندی، اما خوشبختانه ما میتونیم این رو رفتار بکنیم. مشکل نیست. خب دوباره او رو حمله کرده. او شکست خورد. خب خوشبختانه نبرد سری بود. خب ساعت دیگه رسیده. مسیح گفت که پادشاه من و پادشاهی گفت که نه نبگید، من اشتباه کردم چون که من بسیار سرسخت بودم، نمیدونم مثل یه هر. مسیح گفت که نه، من در مورد فکرتون، در مورد احساستون فکر نمی کردم. من در دل من می دانم، اما کلمه من اشتباه بود. من هم این مسئله دارم. من فکر کردم که شما من رو ترک کردی، اما من فهمیده شد که من تو را ترک کردم. اما من در حال حاضر در اینجا هستم و ما در مورد هر چیز گپ بزنیم، بحث بکنیم.
در مورد جمشید، مادر و مادرتون بسیار غمگین است و این بسیار طولانی شده که من معنی کلمه آخرین کلمه علیزا بفهمم. و او گفته که در روزی که نادیا بزرگ می شود و عزیزش عاشقش برای ملاقات کردن تو بیاورید و او را استقبال گرم بدهید. این روزی که برای همیشه یاد می آید و آخرین کلمه خوش شنیده اید. حتما تو بسیار جوان بودید و تو فقط در آنجا می دوید و گفت که بابا بسیار جالبه که هر یکی از مردم بهترین مردمه که مردمه که من خوش می آید در اینجا می ماند. پادشاهی گفت که چون که او تو را بسیار خوشحالی دیده اید، پس او صلحی گذاشت پس این چطوره؟ بله چرا؟ من شما را بابا می گفتم؟ بله معذرت می خواهم بابا، من بسیار معذرت می خواهم که شما را شک می کردم. گفته که من اجازه بدهم تا از این قصر بیرون بشوید، اما احیا کن و او خوب رفتار کنید. و ستره گفت که بله صاحب، این نوبت من است حالا. او ملکوایر آمد، ملکوایر. و من نمیتونم که هر چیز اداره بکنید. من اجازه بدهی که من از پشت کمرنگی اصلیه خواهی خوب بسازم و سرانجام وقت برای کار من است، ببین و یاد بگیری. خب پس چیز دیگه، این ویدیو بسیار طولانی است، اما در ویدیو دیگه بزرگه. نداره؟ من اشتباه کردم، چون که من فکر کرده ام که او در منزلش داشت نه در قصر. بسیار ماک بود. چرا فقط به اینجا بروم اما فقط بر بگرده؟ نمیدونم، حتما نه در اینجا است.
ای بهتر است که من این ویدیو با تولید اصلحات پایان بکنم، چون که در دیگران در دیگه ریانده های کجای؟ اما من فکر نمی کنم که این در او در اتاق خواب داره. خب در اینجا ای نه این چیست؟ ها من فکر کنم که حتی این فکر بعد از با ویدیو این ویدیو قطع بکنم، چون که من نمیتونم جایگاه ملکوایر پیدا بکنم. پس در ویدیو دیگه من مو اصلی های او چیزی داره، ای وست سرخ است، این جلیگه سرخ مو لازم نداریم حال حاضر. خب پس من فکر کنم که این خیلی بیش از کافی است برای ویدیو و من نمیتونم ملکوار پیدا بکنم. پس در ویدیو دیگه مو چیز از ملکوار بگیریم و بعد از آن من یاد میآید که او در زیر زمین داره. خب خب پس بهتر است ویدیو با این پایان بکنم. خب گفت که این بسیار کم بود است، به عنوان یه ذره جادو را منکس می کند و میتونم یه پیراهن پریزم میتونم تولید بکنم، اما برای دفاع اکثر. اما من هم میتونم سه کدخالای پریزم تولید بکنم، اما این سه بهتره. خب سه از این گفت که یه سنگ خورشیدی، من این هر دوی با یک دیگر بریزم چیز دیگه پریزم سپکس چیز دیگه خب و شمشیر رینبو. گفته که سرانجام احساس من مثل کور گوبل کردن میکنم. خب پس شما میتونی ببینی که قدرت این اولیه و با این کد حالا ما هر سه از ما میتونیم مجهز بشویم برای این رزم در آینده. در ویدیو آینده من ما به بلک اومن برویم و بعد از آن ما گل آخرین این بازی روبرو بکنیم. چون که شما ویدیو من تماشا کردید خیلی تشکر و تا دیگه خداحافظ.